برنامه نانگل و سرخ رو نگاه میکنید مجله اجتماعی سیاسی که به زبانهای فارسی و انگلیسی روی کانال جدید پخش میشه سلام به همگی من مریم نمازی و من فری پویا هستم در برنامه این هفته مصاحبه ای داریم با لورنس کراس فیزیکدان مشهور در رابطه با جهان از هیچ چیز در ضمن در رابطه با انتصاب نماینده عربستان سعودی به شورای حقوق بشر سازمان ملل صحبت می‌کنیم به علاوه در مورد بوس بدون مرز نقض آزادی بیان در یک دانشگاهی در انگلیس به اسم واریک و فتوای احمقانه علیه تحلیلگران ورزشی با ما باشید نماینده دولت عربستان سعودی انتصاب شده از طرف سازمان ملل به عنوان رئیس دوباره بگم به عنوان رئیس شورای حقوق بشر اون سازمان واقعا دنیا به کجا کشیده پایان حقوق بشر در سازمان ملل در واقع اعلام کردن عربستان سعودی که هیچ بشری رو و حقوق بشر رو به رسمیت نمیشناسه مثل اینه که اعلام کنید به دنیا بگین که دیگه حقوق بشر مفهوم نداره سازمان ملل من نمیدونم تو سازمان ملل میخواد چطوری پاسدار و نگهبان و پلیس سازمان حقوق بشر تو دنیا باشه اصلا امکان پذیر یعنی خیلی وقت البته این شورا بی یعنی کلا جمهوری اسلامی عضو این شورای حقوق بشر بوده دولت سودان بوده عربستان سعودی هم قبلا عضوش بوده الان ولی انقدر کارش خوب بوده در دفاع از حقوق بشر که کردنش رئیس این سازمان من دیگه احتیاج این در واقع یه چیزی رو میگه که دفاع از حقوق بشر خارج از سازمان‌های سازمان ملل اتفاق میفته بخاطر اینکه شما نمیتونید بر بری با عربستان سعودی و نمایندش تو سازمان ملل بگی خواهش کنم بیا در رابطه با مثلا حقوق کسایی رو که میخوان آزادی بیان داشته باشن دفاع کن به خاطر خود اینا رؤوف بدوی رو تو زندان نگه داشتن به خاطر اینکه چهار تا جمله نوشته در رابطه با وضعیت حقوق بشر تو عربستان سعودی و قرارن قرارم هست که به زودی یک جوانو Uh, به صلیب بکشن کروسفای کنن uh, به خاطر اینکه در تظاهرات علیه دولت شرکت کرده یعنی واقعا به قول همسر رایف بدوی به اسم انصاف هیدر اسمش گفته که این انگار چراغ سبز دادن به دولت عربستان سعودی که هر کاری میخواد میتونه انجام بده پایان حقوق بشر در سازمان ملل ولی خب از یه نوعی میشه گفت که یه نوع حقوق بشری هست اینم حقوق بشر اسلامیه در واقع هیچ حقوق بشری به رسمیت نمیشناسه دقیقاً, دقیقاً. Uh, یه خبر دیگه ای که um, دوست داریم روش صحبت کنیم اینه که من در uh, ماه آینده دعوت شده بودم به دانشگاه وارک در انگلیس uh, که در رابطه با اسلام، اسلام سیاسی و مبارزه علیهشون uh, و در دفاع سکولاری صحبت کنم که um, چیز اتحادیه دانشجویان اون دانشگاه قدغن کردن رفتن من اونجا گفتن که اجازه نداره بیاد به خاطر اینکه میتونه خیلی هیاهو، یه،, یه آدم جنجالیه و میتونه خیلی مشکلات به وجود بیاره و حتی گفتن دشنامی به وجود بیارم اگر برم اونجا صحبت دشمنی به وجود بیارم اگر برم اونجا صحبت کنم معلوم نیست دانشگاه قرار محیط چی باشه قرار محیط <تصفح> محیط <تصفح> اسلامی باشه و قرار دانشگاه مر... جایی باشه که جوانان جوان ها میرن اونجا صحبت میکنن یاد میگیرن با افکار جدید آشنا میشن در واقع نشون میده که یه گرایشی تو دانشگاه های انگلیس هست که در واقع در حال عقب نشینیه و اون اینه که جلوی آزادی بیان رو بگیرن و تحت تاثیر جنات اسلامی و هواداران جنات اسلامی هستن ولی این به نظر میاد آخر این پروسس و دارن دونه دونه عقب نشینی میکنن توی دابلین هم خود شما رو میخواستن جلو صحبت رو بگن که البته عقبش چیزی که خیلی جالبه رئیس اتحادیه دانشجویان گفته که دلیلی که قدقن کردن رفتن من اونجا رو به خاطر اینکه نمیخواستن تبعیض قائل بشن علیه دانشجویان مسلمان و بحث سر اینه که اولا که چرا فکر میکنیم که دانشجویان مسلمان که مهر مسلمان م... که مسلمان بهشون زدین انگار اینکه اونا اصلا نمیتونن امکان که یه حرف متفاوت رو بشنون رو ندارن و همشون مخالف کسایی هستن که بی خودان. یعنی دقیقا نشون میده که چقدر نگاه بدی دارن به, به, کسایی مستن. که مسلمون محسوب میشن و در ضمن این اینه که به یه نوعی دارن مسلمان رو با اسلامی قاطی میکنن در حالی که اینطوری نیست با فاشیست های داعشی یا همه این داعشی هستن و این فکر کنم یک جزء از اتفاقی که داره میفته و فکر کنم دوران پایانش رو داره میگذارنه و توی تمام روزنامه ها و سازمان های حقوق بشر که توی انگلیس کار میکنن در تو سکرالیزم از این مسئله رو مورد انتقاد قرار دادن و مورد سوال قرار دادن و این تصمیم دانشجویان اتحادی دانشجویان وارک یونیورسیتی یعنی یه چیزی که بالاخره زیر یعنی سو... مورد سوال قرار میگیره اینجا اینه که دانشگاه کارش چیه اگر نمیشه اونجا رفت صحبت کرد بحث کرد انتقاد کرد به خصوص انتقاد از مذهب از جنبش هایی که دارن آدم میکشن هر روز اگر نمیشه این کارو کرد دیگه معلوم نیست کجا باید این کارا رو کرد سازمان ملل حقوق بشر شورای حقوق بشر سازمان ملل شیخ بسیار برجسته از عربستان سعودی هر وقت اسمش میاد همیشه یه برجستن بغلش هست اسمشون هست محمد ساله المناجد ایشون یه فتوا نوشتن علیه کسایی که تحلیلگر ورزشی هن معلومیش چرا؟ گفتن که کسایی که میدن تحلیل ورزش میدن توجه مردم رو از مذهب بر میگردونن مثل چیزهای دیگه مثل خوشحالی مثل زندگی عادی اینا کسایی که این کار رو میکنن نباید انجام بدن به خاطر باید توجه کنم به مذهب و شما داشتین جالب بود گفته بودین که این همون شیخیه که فتوا داده بود علیه میکی ماوس میکی ماوس گفته بود که یه چیزی که فساد میاره و باید کشته بشه انگار اینکه میکی ماوس که کارتونه مثلا واقعا میتونن بیان بکشنش <تصحنت> این آقای برجسته <تصحنت> فکر کنم در رابطه با چیزام گفته بود در اینکه آدم برفی هم نباید درست کنین توی خواهی یه بار تو عربستان سودی برف اومده بود بعد این سری رفته فتوان نکن این کارو بخاطر اینکه که امکان رو بچه ها خوشحال بشن <laughs> ولی جالبه واقعا راست میگی هر چی که هر وقت میدن این یه چیزی بخواد مردم زیادی خوشحال کرده گفتم بزن سری جلوشو بگیریم یه, سری اومدن سعی کردن که بگن نه این منظورش نبوده تو اسلام ورزش نیست ورزش خوبه فقط گفتن تلگر بخواد که زمانی که پیغمبر خودش کوچولو بوده با یا مثلا ازدواج کرده با عایشه با هم مسابقه میذاشتن یه فتوای خیلی احمقانه 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 در این بخش برنامه مصاحبه می‌بینیم که با فیزیکدان مشهور آمریکایی لارنس کراوس چند وقت پیش انجام دادم رفته بودم ونکوور برای سخنرانی در کنفرانسی به اسم تصور کنید مذهب وجود نداره که از آهنگ جان لننه و لارنس کراس هم اونجا بود برای سخنرانی و تونستم در آخره کنفرانس باشه مسابقه کوتاه داشته باشم در رابطه با اینکه جهان و دنیا چجوری اصلا شروع شده آدما چجوری به وجود اومدن و وقتی به مسابقه گوش میکنم واقعا اینه که چقدر واقعا دنیای واقعی چقدر جالبه چقدر هیجان انگیزه آره این خود لورنس کراس هستی به صحبتش گوش میکنین این, احساس رو میکنی مثل, مثل ریچارد دوکینز اینا کسی هستن که کاملا فکرشون بازه عقادشون رو میتونن عوض بکنن و خودش میگه میتونه این روزنامه مينزه. کنار اگه فکر کنه چیز اشتباه غلط میکنه و این باز بودن دنیا به خاطر که ف... نگاه بشر به دنیا محدود به خاطر وجود خودش و به طور مرتب داره چیزهای جدید پیدا میکنن چی چه فقط چهل هزار ساله که بشر تونسته بی درجه از آگاهی به اطراف خودش نگاه کنه و کاملا در حال تغییره و این صحبت هایی رو که میکنن یه لحظه نشون میده که چقدر میتونه باز باشه دنیا فکر بشر و چه پیشرفت هایی میتونه بکنه هم. حالا ب... بیام با هم این مصاحبه رو نگاه کنید با ما باشید Lawrence Krauss, welcome to our program. I wanted to ask you about this theory of yours that uh, something's come out of nothing. Can you explain that? Sure. And first, I want to make a point: it's not a theory of mine. It's just a. It's just what we've learned on the on the basis of what we learned about the universe. So, what I talk about is based on on well known physics. It's not. It's not all speculative, in fact. And so the point is that quantum mechanics tells us that. That um, when you combine quantum mechanics and relativity, they tell us that even empty space is not as empty as you think it is. Quantum mechanics say that says that things are fluctuating all the time, And in, when you add relativity in, it, it says something amazing: that out of empty space, particles can pop in and out of existence all the time, normally for a very short time. They're what, what we call virtual particles. We can't see them directly, so you might say, "Well, how do we know they're there?" But we can measure their effects indirectly. They affect the properties of atoms in ways we can calculate and predict, and the predictions agree exactly with the observations. So we know that virtual particles are popping in and out of existence all the time. And so empty space is really a boiling, bubbling brew of virtual particles, which means you can't see them. But if you add gravity into the case, then when you create virtual particles, if their gravitational binding is strong enough, they can become real particles. You can see them. So empty space becomes unstable. To creating real particles, if you wait long enough, you'll create particles. So out of nothing, namely empty space, you can create stuff. But even more than that, if gravity is a quantum theory, then space itself is a quantum mechanical entity, and space and time are, and they fluctuate in and out of existence too. You literally, in every region of space, there's virtual universes that are popping in and out of existence and then quickly going out of existence. That really is happening. If, if gravity is a quantum theory, and we have every reason to believe it is. And that means, again, if you create, it turns out, if you were to create a virtual universe, a very small region of space that had zero total energy, it could exist forever. And it turns out, when we measure our universe, as far as we can tell, the total energy of our universe is zero. The positive energy of matter is 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 countered by the negative energy of gravitational attraction. And therefore, if you were going to create a universe out of nothing, and you asked what would be its properties, its properties would be precisely the properties of the universe we see. This doesn't tell us it actually happened because we don't have a theory of quantum gravity. But it's all plausible. And the point is, we can therefore start with no space, no time, no particles no radiation and we can end up with a universe with 100 billion galaxies and 100 billion stars so that supposed miracle of how you can get all the stuff out there when there was no stuff is not a miracle at all Let's see. Yeah. so um, how, how did it all happen what's, what's the uh, well, current well, knowledge on that well we don't know exactly how it happened at the beginning we know that it's quite plausible and, but we don't have a quantum theory of gravity but as far as we can tell all evidence tells us that that our universe did begin in the microscopic state of a big bang. We can, we can see the remnants of it that tell us it really happened. We can go back and test our ideas of physics back to when the universe was a millionth of a millionth of a second old. But we don't, um, we don't yet know the physics at the very beginning. And not knowing is fine. In fact, it's a central part of science. It's what makes it different than religion, because you don't make these assertions about things you can't test, nor do you claim to have absolute knowledge. We learn about the universe, and it keeps surprising us but the big bang really happened it's not it's not a hypothesis or a theory we can measure so many aspects of our universe and it was once smaller and smaller and smaller we can't go back to t equals 0 but we can get very close and this whole thing of qu quantum theory it's quite confusing and very weird as mm -hmm. people say why is that well quantum theory is weird but the universe is weird and that's okay it 's not surprising in, in in some sense it's surprising that we understand anything about the universe because the universe isn't created to please us and more moreover we evolved in in, 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 the, in the savannah in Africa to learn how to escape lions not to understand quantum mechanics and so it's amazing that we've been able with our brains to and and mod, the techniques of modern science to learn enough about the universe to discover that at fundamental scales the universe behaves in ways that appear to be crazy but it's again, we, that's the case not because we want it to be the case, but because we measure and that is the case. And the universe is the way it is, whether we like it or not. And I think some people find that worrisome, but I find it incredibly exciting because it means that we can open our mind and be surprised and learn that our myopic picture of what is supposed to be the case is not always the case. It's not just true for physics, it's true for idea, our ideas of society. What we may think myopically are right or wrong based on something that people wrote thousands of years ago, we find that now we know, now that we understand the universe better, those ideas are simply wrong. Well, you know, you mentioned about us being Africans. How, how is that? Well, it turns out, we now know that modern homo sapiens evolved out of Africa. A different group uh, of early modern hominids called Neanderthals probably left earlier, and then we came out later out of Africa, and we can now begin to date these things. Around 40,000 years ago, we entered what is now modern Europe and also propagated out through Asia, what is now Persia and Asia, and then all the way through to Australia. And we can see that, in fact, we ended up, the Neanderthals disappeared about the same time we emigrated out, Homo sapiens, and that strongly suggests that perhaps we got rid of them, although we also interbred with them. About 3% of the modern Homo sapien genome is Neanderthal. And we know that because we've been able to dig up Neanderthals and and find some of their DNA. And we can compare the modern human DNA to the Neanderthal DNA. When you hear all this, it sort of makes you understand why people like religion because it's much easier. Well, it makes it much easier, but it's much less interesting. It's much less fascinating and remarkable. And so I'm kind of sad that people are interested in something that is kind of bland by modern standards. People should be inter it's amazing, and we're fortunate to live in a time when we've discovered all of this and wouldn't we want our children to be amazed by the reality of the universe rather than shield them from that uh, amazement we would want them to understand to, to have the benefits of everything we've learned as human beings over thousands of years and part of the benefits of that is understanding reality for what it is. you sound very passionate about science uh, and some might say that uh, science is a sort of religion. no because the great thing about science is that it's not a religion because. I can hope for something to be the case, but the minute I discover it's not the case, I throw it out like yesterday's newspaper. So faith is something where you assume you have the answers before you even ask the questions. In science, we ask the questions and we let nature give us the answers. Okay, thank you very much. Thank you. <laughs> این هفته اینه که یه عکسی هست که خیلی روی مطبوعات اجتماعی اسم دادن بهش به عنوان بوسه بدون مرز و عکس خیلی زیبای واقعا یعنی میدونین تو اون وضعیت پناهندگی و سختی هایی که هست آدما منتظرن بالاخره برسن به یک کشور امنی و اونجا میبینیم که دو نفر هستن توی چادر و در آغوش همدیگه دیگه هستن دارن همدیگه رو میبوسن و واقعا یه عکس خیلی زیبا و دلگرم کننده. لحظه دست. خیلی قشنگیه آدم وقتی نگاه میکنه به عکس میمونی که همه خوابن صبح زوده توی ایستگاه قطار بوداپست که جلوی حرکت مردم رو گرفتن و اونجا کم کردن مردم این لحظه نگاه میکنی میبینی وسط این شلوغی دعواها مشکلات زندگی زندگی و عشق ادامه داره و اینو نمیشه جلوش گرفت دقیقا خیلی خیلی حرف خوبی زدی دیگه نمیشه بهتر از اون حرف زد ولی واقعا عشق ادامه داره به هر حال رسیدیم به انتهای برنامه‌مون امیدوارم از این برنامه این هفته خوشتون اومده باشه و امیدوارم که شما رو دوباره هفته آینده همین وقت و همین جا به هم برسیم تا هفته آینده از طرف من و مریم نمازی روز و شب خوبی داشته باشید بای i am ariam namazi and i'm farid Bouspouya. we're hosting a program called bread and roses it's a weekly program that's broadcast in persian and english in the middle east and north africa primarily iran as well and it's also shown on youtube internationally and we've been doing this since last may we're coming up to our uh year's anniversary and yeah. we, we've had quite a lot of fun making these videos we discussed taboo breaking free thinking ideas the islamic regime of iran has called us immoral and corrupt and that's why you need to support us we are and the alternative voice in middle east and north africa of corruption and immorality so do support us here's a short video from patreon that explains how you can help us with even just one dollar a week that's nothing support us Patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators. It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream. And in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.